شنبه 26 مهر ماه 1403 خورشیدی برابر است با 17 ماه اکتبر 2024 میلادی. خانم ها، آقایان، هموطنان، همزبانان، هر کجای این جهان وسیع هستید و به برنامه های تلویزیون جهانی پارس توجه میفرمایید، صمیمانه‌ترین درودهای من رو از برنامه خبرها و نظرها در تلویزیون پارس، تلویزیون جهانی پارس، پذیرا باشید. با پوزش از اینکه وقت برنامه یه مقداری به علت مشکلات فنی و اینکه مهمان برنامه که قرار بود در خدمتشون باشم کسالت پیدا کردن و من با شخصیت برجسته دیگری که برای اولین بار خواهد بود که در برنامه من خواهند بود، آقای پروفسور سیروس میرزایی صحبت خواهم کرد و ایشون پزشک هستند و فعال سیاسی اجتماعی. از خودشون خواهم خواست که به ما راجع به خودشون توضیحاتی رو بدن وقتی که بتونیم ایشون رو روی خط داشته باشیم. در مورد اونچه که پیرامونمون داره میگذره، مهمترین خبری که تایید کامل شد مسئله کشته شدن یحیی سنوار بود. یحیی سنوار مغز متفکر حمله اکتبر به خاک اسرائیل بود و یکی از آدمایی است که دستش به خون عده زیادی آلوده است. او در مدتی زندانی اسرائیل بود و در واقع در اونجا در زندان اسرائیل بود. بعد از مبادله‌ای که صورت گرفت که سربازان اسیر اسرائیلی رو چند نفر رو که آزاد کردن به اصطلاح گروه حماس، او تونست که به اصطلاح رهبری رو به عهده بگیره، به خصوص بعد از مرگ هنیه در تهران. و به این ترتیب میبینیم که تقریبا اکثر غریب به اتفاق سران حزب الله و حماس از بین رفتند، ولی آنچه که از اکثر مفسرین میشنویم این هست که در واقع اون ایدئولوژی و اون طرز تفکری که وجود داره بین این گروه ها، اون از بین رفتنی نیست و نمیشه کاریش کرد. و اون چه که مسلمه، این دایره شیطانی که کشت و کشتاری که میشه، نسلهای بعدی، کسانی که نزدیکانشون از دست دادن تو این مسائل و اینا، اینها آرام نخواهند گرفت و این ماجرا متاسفانه همواره ادامه پیدا خواهد کرد. خب در این رابطه آقای نتانیاهو به زعم گروهی یک قهرمان ملی است که با شهامت ایستاده و داره سعی میکنه دوروبر اسرائیل رو از دشمنان قسم خوردهش پاک بکنه، از طرف دیگه عده‌ای او رو یک آدمی که واقعا حقوق بشر رو زیر پا گذاشته و در کشتار دست جمعی با توجه به کشته شدن بیشتر از 45,000 نفر در نوار غزه، اکثر غریبه به اتفاق این افراد زن و بچه و افراد مسن بودند، اون هم یک سوی دیدگاهی هست که دارن مردم به هم در داخل اسرائیل هم در خارج از اسرائیل. در مورد انتخابات امریکا هم که مبارزه داره تنگاتنگ میشه، خیلی نزدیک به همه، نظرخواهی هایی که شده خیلی نزدیک به همه که معلوم نیست که آیا ما با یک اکتبر سرپرایز یا سرپرایز اکتبر روبرو خواهیم شد تا قبل از انتخابات 5 نوامبر، یا به آرامی این مسئله صورت خواهد گرفت و
فرد منتخب مردم امریکا به کاخ سفید راه خواهد یافت. نگرانی هایی که عده زیادی دارن راجع به آقای ترامپ با توجه به نظراتی که اعلام کرده و آخرین صحبتی که کرد این بود که دشمن ما از درون است. Within, enemy within. یعنی در واقع تمام اون کسانی رو که اگه بخوایم تفسیر بکنیم این معنی حرف ایشون رو، این هست که تمام افرادی که با او موافق نیستن، ازش انتقاد میکنن یا برخلاف نظرات او حرف میزنن، اونها جزو این گروه عظیم قرار میگیرن که در این مورد خیلی بحث شده. و علارغم اینکه آقای ترامپ سعی کرده که عقب نشینی بکنه و تلطیف بکنه این صحبتی رو که کرده، ولی خب اثر خودش رو گذاشته و باید دید که این اثر تا کی میتونه مؤثر باشه و پایدار باشه. همونطور که عرض کردم، امروز برای اولین بار در خدمت شخصیت برجسته جناب پروفسور سیروس میرزایی هستیم از اتریش وین. تشکر میکنم از دوست عزیزم دکتر بهروز بیات که لطف کردن و موجب این آشنایی شدن. سلام میکنم از راه دور خدمت پروفسور میرزایی و بی نهایت سپاسگزارم از شرکتشون در برنامه. سلام از بنده هستش، خیلی متشکرم از دعوت شما و همچنین متشکر از همینطور که فرمودید از دوست مشترکمون دکتر بهروز بیات که باعث این آشنایی مستقیم ما شد. خیلی ممنونم. خیلی ممنونم آقای دکتر. در مورد اگه ممکنه یه کوتاه در مورد خودتون توضیحاتی بدید برای بینندگانی که برای اولین بار با شما آشنا میشن. فرصت نشد که من از قبل با شما این رو چک بکنم. خواهش میکنم. من پزشک هستی هستم در وین و در کنار کار تخصصی کارهای حقوق بشری میکنیم. فعال حقوق بشر هستم. یک گروه پزشکان حقوق بشر در وین داریم که سالیان سال با همکاران این گروه تشکیل دادیم و در مورد بخصوص حقوق بشر، موضوعات حقوق بشر در ایران فعالیت داریم. سخنگوی گروه پزشکان امنستی اینترنشنال هستم که اونجا به موضوعات مختلف گروه حقوق بشری در کشورهای مختلف رسیدگی میکنیم. همونطور که گفتم در گروه کوچکتری که داریم در گروه پزشکان مدافع حقوق بشر در ایران با فوکوس روی مسائل حقوق بشری در ایران این فعالیتامون انجام میدیم. چون دفعه اول اجازه میخوام که یه توضیح کوچیکم بدم راجع به انجمنی که در وین ما تأسیس کردیم حدود 30 سال پیش با 2 تا از همکاران اتریشی، انجمنی به اسم انجمن حمایت که اونجا کسانی که مورد شکنجه قرار میگیرن یا یکی که تراما از جنگ دارن از کشورهای مختلف دنیا مورد درمان قرار میگیرن. که در حال حاضر اون موقعی که ما شروع کردیم 30 سال پیش فکر کردیم که دنیا به طرف صلح میره، 4-5 سال دیگه این انجمن لازم نیست. منتها اونقدر فجایع در دنیا زیاد شد که الان 50 تا سخن درمان اونجا کار میکنن. سالی 1000 نفر بیمار داریم که اونجا تحت درمان قرار گرفتن که حدود 5-10% از ایران ممکنه باشن ولی بقیهش از کشورهای مختلف دنیا هستن که متاسفانه این اوضاع دنیا به اون طرفی داره میره فعلا که ما تقاضای کمک مالی بیشتر کردیم که تراپیت بیشتر بگیریم که چون که الان وقت انتظار برای تراپی مثلا درمان تو این مجمع حدود 9 ماه هستش. پروفسور، این منابع مالی رو که اشاره میکنید دولت اتریش هستند یا اینکه منابع دیگری هست؟
نه، این از یک طرف دولت اتریش هستش و از یک طرف هم مجمع اروپا که برای اینجور کارها، چون که یک مرکز درمانی مختص برای اینجور بیماران نداریم. توی کشورهای بزرگ، توی شهرهای بزرگ اروپا مراکز اینجوری تشکیل شدن که یکی از بزرگترین هاست این انجمن حمایت در وین هستش، در برلین داریم، در کوپنهاگ داریم، در لندن داریم و در ترکیه با همکاران ما دائم در تماس هستیم. خیلی ممنونم. خب خبرها رو که جناب عالی شنیدید راجع به از بین بردن سنوار که مغز یعنی آخرین رهبر حماس بود و قبل از اون حسن نصرالله، قبل از اون هنیه و به هر حال اقداماتی رو که اسرائیل داره میکنه در منطقه و پیشرویش در خاک لبنان و اینکه باز در لبنان بمب هایی رو که اونجا انداخته عده زیادی بیگناه از بین رفتن و مازالک میبینیم که موشک پراکنی های حماس و حزب الله ادامه داره به خاک اسرائیل و واقعا علی‌رغم تمام تلاشی که پرزیدنت بایدن کرده اینجا که بتونه یک آتش‌بس لااقل موقتی رو بقبولونه به نتانیاهو موفق نشده. جنابالی نظرتون چیه در این زمینه؟ در خاورمیانه در بین اسرائیل و غزه و فلسطین و لبنان این مسئله خیلی خیلی پیچیده است، یعنی که توی دو سه تا جمله متاسفانه نمیشه موضوع رو روشنش کرد. بعد من حتی با یکی دو تا از دوستان که در ایران در زمینه حقوق بشری خیلی خیلی اکتیو هستن و اسم و رسم دارن صحبت کردن در این مورد، اونا هم گفتن که مشکل در این مورد نظر دادن. چرا؟ چون یکیش از یک طرف یه قطعنامه سازمان ملل داریم که میگه که دو تا کشور باید اونجا تأسیس بشه، یکیش اسرائیل یکیش فلسطین. خب عقلانی هم میگیم که خب این راه حل جریانه، ولی از همون اولش متاسفانه کشورهای عربی فلسطین گفتن که نه، اسرائیل وجود نباید داشته باشه. واسه بعد این بحثا به جایی کشید که بعدا قبول شد، کمپ دیوید اومد و اینا، یه سری قراردادهای بسته شد که طرف فلسطین هم قبول کرد یک کشور اسرائیل میتونه باشه. داشتیم یه امیدهایی پیدا میکردیم که این مسئله به طرف راه حلی که سازمان ملل ساخته بره. بعد اومدیم و انقلاب شد و جمهوری اسلامی اومد. جمهوری اسلامی اومد گفت چی؟ گفتش که نه، ما اسرائیل قبول نداریم، کشور اسرائیل باید منهدم بشه، نابود بشه. سازمانی مثل سازمان حماس تشکیل شد که قبلش نبود، بعدها تشکیل شد. حماس اومد و میگه که بایستی اسرائیل نابود بشه. اون دوستانی که در زمینه حقوق بشر خیلی اکتیو هستن، من باش تماس گرفتم، گفتن که خودتونو بذارید به جای اسرائیل، که اون سازمانی که قرار بیاد کشور فلسطین اونجا درست بکنه میگه که اسرائیل نباید وجود داشته باشه. یعنی که این راه حل‌ها رو از همون قبل از اینکه بخواد یه کاری شروع بشه قفلی روش میزنن و متاسفانه جمهوری اسلامی جنگ لازم داره، بحران لازم داره. حماس پولها رو میگیره از جمهوری اسلامی. من با یکی از خبرنگارای فلسطینی که در غزه هستش باش تلفنی صحبت کردم، یکی از همکارا عربی بلده بر من ترجمه میکرد. از این سوال کردم، گفتم این تونل ها رو شما چطوری ساختید؟ این همه تونل میگن که به اندازه متروهای لندن و یا متروهای پاریس زیر غزه تونل سازی شده. گفتن این تونل ها چجوری ساخته شده؟ گفتش که توی غزه مردم کار نداشتن، شغلی نداشتن، همه از پول داشت. همه از پول داشت، بهش اومد گفتش که خب من بهتون حقوق میدم،
برید زیر خونه هاتون تونل بسازید، که این تونل ها رو استفاده میکردن برای کارهای تروریستی، که بعدش هم دیدیم که چطوری رفتن و اون ترور 7 اکتبر رو انجام دادن. خب از طرف دیگه قبول داریم که اسرائیل هم جنایت جنگی انجام داده، این دیگه اینم مدارکش هست، دادگاه لاهه هم که بله. از سر خود حکمی صادر نمیکنه، یعنی اون طرف هم جنایت جنگیش انجام میده. دکتر، اون شکایتی که اون کشور افریقایی کرد در بله دادگاه لاهه، اون هنوز مطرحه یا اینکه اون رو در واقع زدن کنار، رفت به حاشیه؟ من حقوقدان نیستم، یکم با من فراترم میذارم از پزشکی، ولی این دادگاه لاهه بیشتر یک حکم سمبولیک هستش تا جایی که دیدیم تا حالا، ولی خب وزنه مهم دنیایی داره که نشون میده که چند تا قاضی که بیطرف هستن به یک مسئله رسیدگی کردن و یک حکمی رو صادر کردن. یعنی ضمانت اجرایی نداره کارهایی که میکنه دادگاه؟ از جایی که میدونم نه نه بله. و ولی خب اون حکمش مهمه که اینا این رو یه سری قاضی های بین المللی که به قانون های بین المللی واقف هستن گفتن این کاری که اونجا انجام شده جنایت جنگی، این خیلی مهم گفتن که میفهم. ما با اجازهتون باید چند دقیقه به پیام های بازرگانیمون گوش بکنیم، برمیگردیم در خواهش خدمت میکنم. خواهم بود با بقیه سوالاتم. خواهش و بازم سپاسگزارتون هستم برای اینکه با شورت نوتیس لطف کردید و حاضر شدید در برنامه مهمان ارجمند ما باشید. با ما باشید. یک وکیل یک ایالت. دکتر مونا دلدار، برگزیده انجمن ملی وکلای حقوقی آمریکا، به عنوان صد وکیل برتر منتخب انجمن وکلای استثنایی به عنوان وکیل عالی، انتخاب شده انجمن متخصصین به عنوان بهترین وکیل، و سرانجام برگزیده کانون وکلای تصادفات کالیفرنیا به عنوان 10 وکیل برتر این ایالت. شما هم برای گرفتن حق قانونی خود دکتر مونا دلدار از بهترین وکلای تصادفات کالیفرنیا را که در تمام پرونده ها پیروز بوده از کنار خود داشته باشید. تلفن 844-688-9740. هفته نامه فردوسی امروز، نشریه‌ای برای همه. برای اشتراک این هفته نامه وزین با تلفن 818-584-4767 تماس بگیرید. هفته نامه فردوسی امروز، مروری به مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی. با اشتراک خود با ما در این راه همراه شوید. هفته نامه فردوسی امروز. برای تماشای تلویزیون ما نیازی به ماهواره ندارید. شبکه ما را می توانید از طریق تمامی پلتفرم های ریل ویز در هر کجای دنیا که به اینترنت دسترسی دارید تماشا کنید. اگر دیدن برنامه ای را از دست دادید، می توانید با مراجعه به آرشیو 72 ساعته ریل ویز برنامه مورد علاقه خود را پیدا کرده و تماشا کنید. ریل ویز، پل ارتباطی شبکه ما با شما. با نصب اپلیکیشن نگاه بر روی تلویزیون های اندروید و یا گوگل تیوی خود، می توانید به تمامی سرویس های ریل ویز دسترسی داشته باشید. اپلیکیشن نگاه اجازه پخش تمامی سرویس های ریل ویز از جمله فیلم و سریال ها را دارا بوده و تا 2 ماه رایگان در اختیار شماست. همین امروز اپلیکیشن نگاه را از اپ استور تلویزیون خود پیدا کرده و نصب کنید. اکنون ریل ویز بزرگترین پلتفرم آگهی برای فارسی زبانان جهان است. وقتی شما به ریل ویز آگهی می دهید، همه ی بینندگان ریل ویز با هر سن و سلیقه‌ای و دقیقاً در محل مورد نظر شما آگهی شما را می‌بینند.
در جی ال ویز آگهی شما در کانال های زنده تلویزیونی، آغاز، پایان و میانه فیلم ها و سریال های پربیننده، حین تماشای مسابقات فوتبال و حتی هنگام تماشای برنامه های آشپزی پخش می شود. آگهی خود را به جی ال ویز بسپارید و شاهد رشد بیزنس خود باشید. شماره تماس 201-647-429-3999. پرونده مهاجرت خود به کانادا را به ریسک نگذارید. تیموتی مورسون و کلودیوس موستاگاس، دیپلمات و کارگزاران سابق بخش ویزا و مهاجرت دولت کانادا با بیش از 30 سال تجربه دولتی در امور ویزا و مهاجرت به کانادا، فرصتی بی‌نظیر برای شما فراهم آورده‌اند. Hi, I'm Timothy Morrison and I'm a former Canadian visa officer. And I am Claudius Moustakas, I'm a former Canadian visa officer. ما می‌دانیم که اداره مهاجرت کانادا چگونه فکر می‌کند و به چه چیزهایی نگاه می‌کند. برای مشاوره همین امروز با ما تماس بگیرید. 201-416-849-1092. از انواع تبلیغات همیشه تبلیغات تلویزیونی پربازده ترین و البته گرون ترین بوده، هنوز هم پربازده ترین هست، اما با راهکاری که ما بهتون میدیم دیگه گرون ترین نیست. این روزها همه با آژانس امیری مسافرت میکنند. شما چطور؟ تور 12 روزه تایلند، جزیره پوکت و سنگاپور، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل های لوکس 5 ستاره با صبحانه و شام، خرید از اجناس کمیاب. لطفاً قبل از سولداد جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 2 دسامبر. تلفن 818-758-2626. amiritravel.com. بینندگان گرامی، در خدمت پروفسور سیروس عزیز هستیم. سیروس میرزایی در اروپا، در وین، و سپاس مجدد از دوست عزیزم آقای بهروز بیات که موجب این آشنایی شدن. آقای دکتر، در طول سالیانی که جمهوری اسلامی روی کار بوده، کشورهای اروپایی و مثلا کشوری مثل آلمان به خاطر منافع مالی که داشته اونجا، انواع و اقسام وسائلی رو که برای سرکوب مردم ما، جوانان ما، جوانان رشید و مبارز ما، برای شناسایی صورت این افرادی که میرن در فقط گناهشون اینه که میرن و اعتراض میکنن به بعضی رو که این جمهوری نکبتبار اسلامی به وجود آورده برای ما، خب سهم موثری داشتن و گفته میشه که هنوزم این کمک ها، یعنی این تکنولوژی ها و فروشش به جمهوری اسلامی ادامه داره، حالا نه تنها توسط آلمان، شاید بعضی از دیگر کشورهای اروپا. چیه نظرتون در این مورد؟ ببینید، متاسفانه خب آلمان تنها نیستش، کشورهای دیگه هم هستن، اتریش هم هستش، موتورهای پهپادهای ایرانی که توی اوکراین مورد استفاده قرار گرفتن یا حالا جاهای دیگه مورد استفاده قرار میگیرن، اینا موتور اونا مثلا از اتریش میومد. بعد در نظر بگیریم کشورهای اروپایی، با اینکه اینجا حقوق بشر ما داریم، قانونمندی داریم، اینها به منافع ملی کشورشون نگاه میکنن. این میگه که من بایستی پول وارد کشورم بکنم برای اقتصاد کشورم. فرقشون با کشورهای مثل ما در جنوب، کشورهای مثل ایران که برای مردممون اهمیت قائل نمیشن، ارزش‌های ملی ارزشی برای دولت نداره. این باعث میشه که این قراردادها
انجام بشن و کشورهای مثل آلمان یا اتریش یا فرانسه یا ایتالیا که رابطه اقتصادیشون با ایران داشته باشن که بتونن پول وارد کشورشون بکنن. ولی فرقی که این کشور از درجه دیگه دارن اینه که اگر که ما به عنوان اپوزیسیون ایرانی که در اروپا هستیم به این قراردادها دقت درست بکنیم و اعتراض بکنیم، میتونیم یه روزی موفقیت های داشته باشیم، که چه بسا که در این مورد ها وقتی افشاگری انجام بشه میتونیم موفقیت های داشته باشیم. یعنی که اینجا باعثی اپوزیسیون ایرانی در اروپا کاری که اپوزیسیون در داخل ایران نمیتونه انجام بده، این اپوزیسیون ایرانی در اروپا این کار رو انجام بده. این وظیفه ما هستش که دولت های اروپایی رو به این شرکت ها حساسیتشون رو جلب کنیم که جلوی این رابطه ها رو بگیریم. و تا حالا تونستیم یه سری کارهای انجام بدیم، حداقل افشاگریش انجام بشه خیلی خوبه، ولی خب تونستیم یه سری نقطه‌ای جلوی این رابطه ها رو بگیریم. یعنی که وظیفه دولت اروپایی من این نمیبینم، وظیفه اپوزیسیون ایرانی میبینم که باید این وظیفه هاشو انجام بده، چون دولت اروپایی به منافع کشور خودش فکر میکنه. دکتر میرزایی، این تفرقه و این اختلافی که بین به اصطلاح مخالفین جمهوری اسلامی دیده میشه، واقعا بعد از جنبش زن زندگی آزادی یک بارقه ای از امید در دل مردم ما باز شد. تظاهرات میلیونی رو که شاهد بودیم در برلین، در لس آنجلس، در نیویورک، در لندن، و به دنبال اون سرکوب بیشتر و بیشتر جمهوری اسلامی، دیدگاه شما چیه در این مورد؟ یعنی تا کی ما میخوایم حتی راجع به اون موضوعی که همه حرفشو میزنیم، یعنی میخوایم حقوق بشر در مملکت باشه، میخوایم دموکراسی باشه در مملکت، همه این ورد زبونشون هست، ولی وقتی به عمل میاد فقط با همدیگه به مخالفت میپردازن. و آیا شما این رو، حالا نسل من که نسل تموم شده است و ما به تدریج باید کار رو بدیم به این همه جوانی که واقعا برازندگی دارن برای مبارزه و دارن جونشون رو کف دستشون میذارن و نظراتشون رو و انتقادشون رو از جمهوری اسلامی به هر صورتی مطرح میکنند، چگونه میشه این، آیا شما اون رو، این چیزی رو که در نسل امثال من وجود داره در نسل جوان ایران هم میبینید، یا اینکه فکر میکنید اونا خیلی به اصطلاح با سیاست بهتری دارن با مسائلی که ایران روبرو هست طرف میشن؟ خیلی ممنونم، سوال بسیار بسیار خوب و پیچیده هستش. من حتی با یه سری جوانهای اپوزیسیون در ایران در تماس هستم، از کسانشون که در زندان بودن اومدن بیرون، ما بین دو تا زندانی مختلفشون با هم باشون صحبت کردم، اینا انتظار دارن که، انتظار اینا از اپوزیسیون خارج اینه که اپوزیسیون خارج یکم متحدتر باشه. و حتی یک از این جوان ها که حدود 30 سالش هست میگفته شد صحبت سری نیست که شما دعوا سر ریاست، این میخواد رئیس باشه، اون میخواد رئیس باشه، اون میخواد رئیس باشه. گفت دور هم جمع بشید، هر 6 ماه یکیتون رئیس باشه، هر 6 ماه یکیتون سخنگو باشه. و من از این جوان یاد گرفتم، با دوستان تو وین یه مجمعی درست کردیم به اسم فوروم ایرانیان در وین. الان هر 6 ماه یک بار قراره تو این فوروم از هر گروهی یه نفر سخنگو باشه. قدم های اولیه در این راه انجام شد و این انجام پذیره، این انجام پذیره که چندین گروه مرتب بشه. منتها
اشتباه بزرگی که متاسفانه پیش کسوت های ما میکنن، اپوزیسیون های گروه های مختلف اپوزیسیون میکنن، اینه که اینا اونجوری عمل میکنن که انگار که رژیم جمهوری اسلامی افتاده و حالا یکی از اینا میخواد رئیس بشه. نمیبینن که ما هنوز تا اونجا 10 سال فاصله داریم، ممکنه از 5 سال باشه، ولی الان وقت این نیست که بگیم که تو نه اون نه اون نه اون نه. متاسفانه این باعث شده که جمهوری اسلامی خیلی قوی تر باشه نسبت به اپوزیسیون، و متاسفانه ما میریم با پارلمان اتریش صحبت میکنیم، میریم با پارلمان اروپا صحبت میکنیم، نماینده های از اونها که خیلی تمایل دارن در ایران یه رژیم دموکراتیک بیاد روی کار، میگن که مستقیما، این نه تنها به من، به دوستان دیگه بیانی هم گفتن که شما اپوزیسیون کار ما رو سخت میکنه، شما نمیدونیم که با کدوم یکی از شما صحبت بکنیم، و این واقعا یکی از مشکلات بزرگ ما هست. پروفسور، این مسئله ایست که کشورهای خارجی هم دارن با اپوزیسیون، یعنی خب من با نخبگان و شخصیت هایی رو که فعالیت دارن و در زمینه حقوق بشر مثل جناب عالی فعالیت میکنن صحبت میکنم و ازشون میپرسم که چرا شما که این امکانو دارید که با مقامات فرض بفرمایید امریکایی یا اروپایی صحبت بکنید و بهشون تفهیم بکنید شرایطی رو که در ایران وجود داره، حرفشون این هست که، جوابی که میشنویم این هست که این کشورها نمیدونن با کی باید صحبت بکنن و حرف کیو بپذیرن و چه کسانی هستن که میتونن اون جذابیت و اون کاریزما رو داشته باشن، مثلا یا گروه یا فرد که بتونه در آینده ایران نقشی رو به عهده بگیره، و با وضع نابسامانی که در ایران وجود داره بعد از 45 سال که جمهوری اسلامی روی کار بوده، واقعا هر گروه یا هر فردی که بیاد روی کار سالیان سال طول میکشه تا که بتونه جبران بکنه و در واقع آنچه را که اتفاق افتاده، لطماتی رو که جمهوری اسلامی زده به همه چیز، از منابع طبیعی گرفته، از منابع انسانی، فرار بهترین مغزهای ما از ایران و مملکت شده در اختیار یک عده که سرسوزنی از سیاست و مدیریت بو نبردن و نمیدونن چی کار دارن میکنن، و قیافه ها و حرف هایی رو که میزنن میشنبیم و فقط تأسف میخوریم که چرا باید چنین باشه. آیا شما با به اصطلاح همین روی کردی رو که جوانان دارن فکر میکنید نهایتا غالب باشه بر اون چه که داره میگذره و ما شاهد روزی باشیم که همه گروه های اپوزیسیون جمهوری اسلامی بیان با هم و برای همون هدف مشترکی که اشاره کردم با همدیگه همراهی بکنن، با همدیگه همدلی بکنن؟ 100%، این تنها راه ما هستش، راهی جز این نداره. هر کسی میاد میگه که راه من اینه، ما ستا شدیم راه حل آینده، اونی که میگه ما دوتا شدیم راه حل آینده، راه حل آینده اینه که ما حد اکثری با هم باشیم سر شرایط حد اقلی، حد اکثری با هم باشیم، وگرنه الان مثلا اعلامیه که الان امارات داده بود، اتحادیه اروپا ازش پشتیبانی کرده که جزیره های ایران بدن به امارات، اگه که یک اپوزیسیون خوب داشتیم، چون جمهوری اسلامی که برایش زیاد مهم نیستش، دریای آب خزر دادن رفت، دو سومش دادن رفت، هیچ مسئلهی برایشون نبود. حالا این رمی سرصدای مطبوعاتی میکنن، ولی وقتی که اون ازشون گرفتن رفت کاری نخواهند کرد. اگه که یک اپوزیسیون خوب داشته باشیم، این اپوزیسیون خوب میتونه بره تو جامعه اروپا بگه شما از امارات پشتیبانی کردید، این کار اشتباه هستش، ما نماینده مردم ایران هستیم نه آخوندا، این انجام پذیره
واقعا عجب. من فقط یک مثال کوچیک دوباره بزنم از همین کار سمبولیک که ما کردیم، چند تا گروه اومدن وارد این فروم ایرانیان در وین شدن، باعث شد که مجلس پارلمان اتریش ما رو دعوت بکنه در پارلمان اتریش راجع به وضع حقوق بشر در ایران صحبت کنیم. تونستیم یه نقاشی از آقای نوریزاد که در زندان اوین هستند کشیده بودن، ما اینو بتونیم توی اتاق رئیس نایب رئیس مجلس اتریش آویزون کنیم. اینا یعنی کارهایی که با خیلی کارهای سمبولیک کوچیک میشه اروپایی رو تحت تاثیر گذاشت. و الان در اتریش ما به اینجا رسیدیم و امیدوارم که بتونیم این یکم پرورشش بدیم در سطح اروپایی، بتونیم با گروه های دیگه همکاری بکنیم. انجام پذیره اگر که دوستان اپوزیسیون یه خورده ای از منم بیان پایین. به امید اون روز خواهد اومد. دکتر میرزایی، در این شرایطی که هست مسئله انتخابات امریکا رو پیش رو داریم و اینکه روی کرده شخصی که به کاخ سفید میره در مورد ایران به چه صورت خواهد بود، ما در طی بیشتر از 4 سال ببخشید کمتر از 4 سال حکومت آقای جو بایدن، اون آرزویی رو که او داشته که برجام رو مجددن در واقع احیا بکنه نتونسته و به حق بسیاری از هموطنان ما راجع به سیاست او در مورد سیاست مماشاتی رو که پیش گرفته با جمهوری اسلامی معترض هستند. ولی خب یه صحبتی از خانم کاملا هریس شنیدیم که در این صحبت مطرح شد که مهمترین و بزرگترین مشکلی رو که در منطقه دنیا باش روبرو هست مشکل جمهوری اسلامی است و گروه های نیابتی رو که بود مردم ایران طی این سالیان به پای اونها ریخته شده و مردم ما الان در گرانی، نبودن مسکن کافی، گورخوابی و مسائلی که همه هموطنانمون و بینندگان آشنا هستن باش، تمام تالاب‌های ایران داره خشک میشه، استفاده غیر علمی از منابع زیرزمینی آب داره موجب فروچاله هایی به وجود آورده که آثار تاریخی ایران رو در اصفهان و سایر جاها داره از بین میبره. چه میشه کرد؟ واقعا این جمهوری اسلامی هر روزی که حیاتش ادامه پیدا بکنه لطماتی رو که به ایران داره میزنه، به مملکت ما داره میزنه، بیشتر و شدیدتر میشه. یعنی ما یکی از کشورهایی هستیم، از تنها کشورهایی هستیم که ثروتمنده و مردم بایستید ارگانهای بدنشون رو بفروشن تا بتونن خرج معاش زندگیشون در بیارن. مقاله های پزشکی در میاد که متاسفانه یه سری از پزشکان حتی توی دنیا تبلیغ میکنن که توی ایران ما این کار پزشکی خوب انجام میدیم، ارگان های زیاد هستش برای پیوند و جون بقیه خیلی کسا رو نجات میدیم. یعنی یه فرم شکل مثبت هم بهش میدن به جایی که شکل این تصویر اجتماعیش نشون بدن. متاسفانه اینها رو داریم و مردم داخل ایران اینو میبینن، اپوزیسیون خارج به این مسائل نمیپردازه. این یکی از واقعا باعث شرم و خجالت اجتماعی و ملی هستش که ما این دردها رو در جامعه ببینیم و چشممون رو ببندیم و راجع به اینا صحبت نکنیم. و این تنها فقط همین مطلب هم بهش نگاه بکنیم با توجه به ثروتی که ایران داره و این مسئله که مردم باید اینجوری امرار معاشونه داشته باشن. چرا؟ به خاطر اینکه نفت رو میفروشن به قیمت 1/3
اون یک سوم هم که میفروشتن 18% 20% میرسه به جیب پسر آقای شمخانی، چون که این کشتی های نفتی دست پسر آقای شمخانی هستش که این کارا رو میکنن، که این نفت رو به اسم کشورها دیگه میبرن میفروشن. این رپوبلیکان ها، حزب رپوبلیکان از حزب دموکرات سوال کرد تو مجلس آمریکا که وقتی که ترامپ رفت چند بشکه ایران میفروخت در روز؟ گفت 300,000 تا. گفت حالا که شما این چند سال رو کار بودیم روزی چند تا میفروشن؟ گفت روزی 1,000,000 تا. این یعنی که این امکانات رو این دموکرات ها به ایران دادن که چون میخوان قیمت انرژی رو بیارن پایین در سطح دنیا. اینجوری ایران کمک میکنه به کشورهای غربی. یعنی که اینها همه بایستی یه زنگ خطری برای اپوزیسیون در گوش ما همه باشه که دلیل بیشتر بیشتر بشه که ما با همدیگه خورده کنار هم بیایم تا بتونیم یک آلترناتیوی رو به دنیای غرب نشون بدیم. تا موقعی که ما نتونیم یک آلترناتیو جمعی به دنیای غرب نشون بدیم، این جمهوری اسلامی خواهد ماند و این دردها برای ما خواهند. شما اثری از این که واقعا تلاش هایی در این زمینه در حال جریان هست یا اینکه آگاه هستید ازش وجود داره، یا همون شما هم همون تفرقه رو میبینید؟ همون که نباید فراموش بکنیم که در تمام این مسائل، این تفرقه افکنی ها، جمهوری اسلامی با داشتن به صلاح عواملی که داره در جای جای دنیا نقش مهم می داره، اینطور نیست؟ صد از جمهوری اسلامی تینگ تنگ فابریکی که جمهوری اسلامی در خارج از کشور داره خیلی قوی هستش. اینها روی تصادف کار نمی کنن، دقیقا می دونن که چه کار می کنن. و حتی متاسفانه اینم باید گفت که یه سری نفوذی توی اپوزیسیون 100% دارن که این تفرقه ها رو بهش دامن میزنن. و من همیشه میگم انتخاباتی که توی کشورهای اروپایی که تمدن دارن، قانونمندی دارن، نگاه بکنیم، قبل از انتخابات همه میشنن سر میز با هم بحث میکنن، بعد از انتخابات میگه که من با تو نمیتونم، تو با من نمیتونی. ولی اپوزیسیون ما چیکار میکنه؟ از همین الان که هنوز هیچ خبری نیست. من نمیخوام. من چندین بار گفتم با دوستان، با چپی ها میشنم، با لیبرال ها میشنم، با گروه آقای رضا پهلوی میشنم، با همین گروه ها من صحبت میکنم، با خانم نرگس محمدی صحبت میکنم، با تمام اپوزیسیون داخل ایران در تماسم. هیچ ترسی هم از این ندارم که به من یه روز میگن تو اسلامی شدی با آقای نوریزاد صحبت میکنی، تو پهلوی شدی چون رفتی با آقای پهلوی صحبت میکنی، یا تو تجزیه طلب شدی رفتی با گروه کردا صحبت میکنی. من میگم بایست ما بتونیم با همدیگه بشینیم سر یک میز صحبت کنیم. افغانا اومده بودن توی وین. آقای دکتر ما 30 ثانیه فرصت داریم متاسفانه. جمع‌بندی میکنم، بایستی ما با هم بشینیم و این مسئله‌ای که میگن مثلا با رضا پهلوی نمیشه سر میز نشست، این بایستی یکم بزرگترش کرد. من با این کاملا مخالفم. من میگم بایستی چپ توده‌ای، چپ چریک، حزب چپ، جمهوری خواهان و گروه آقای پهلوی همه با هم سر یک میز بشینن. تا موقعی که ما به این نرسیم مشکل خواهیم داشت. بی‌نهایت سپاسگزارم. من مثل این که قرار شد ما بتونیم یه چند دقیقه دیگه در خدمتتون باشیم. پروفسور، این انتخابات پیش روی امریکا رو، این سوالم رو گم شد، سوالم در بین حرفایی که زده شد. فکر میکنید که با صحبتهایی که اخیراً از کاملا هریس شنیدیم و در یه موردم گفته که او با جو بایدن فرق میکنه، بعد با او بوده، معاونش بوده و خیلی از برنامه‌هایی که بوده او
درش حضور داشته، ولی تاکید کرده که او کاملا هریس و جو بایدن نیست. شما این جریان رو به چه صورت میبینید؟ سیاست آمریکا رو که نگاه بکنیم، اینا و به شخصیت خود بایدن هم که نگاه بکنی، آقای موسینی هستش که دمنس داره، دمانس داره، میتونه سیاست یک ابرقدرت مثل آمریکا رو تعیین بکنه، به همون مقدار هم خانم کامل هریس میتونه سیاست آمریکا رو تعیین بکنه. سیاست آمریکا منافع ملی خودشونه، یه خورده این یکم اگریسیفتر، ملی ملیتانتر، اون یکی کمتر، ولی در مجموع اینا نگاه میکنن که ببینن که منافع آمریکا در کجاست. منافع آمریکا در اینی که نفت بیاد بیرون، قیمت انرژی بیاد پایین باشه. و این مسئله چیز، مسئله انرژی اتمی ایران، این من اصلا با برجام از اولش مخالف بودم، الانش هم با برجام مخالف هستم، چون که جمهوری اسلامی یه سیستم گروگانگیری داره. از یک طرف اشخاص گروگان میگیره، از یک طرف دیگه افکار گروگان میگیره با ترسوندن از یک بمب. و این باعث شده که این تحریم ها باعث شده که فقط طبقه بالا بتونن تحریم ها رو دور بزنن، که با این باعث شده که این تعداد بزرگ میلیونر و میلیاردر ما تو ایران داریم. این که تحریم ها جمهوری اسلامی رو با اشخاص بالاترش، با اون خانواده هایی که سطح بالا اقتصاد در دست دارن، محکمتر کرده. مردم ضعیفتر شدن، اقتصاد مردم بعضی مردم خرابتر شد، ولی بالا رو بهتر کرده. پروفسور خیلی ممنونم از شرکتتون در برنامه. ممنون از نوبتتون. پروفسور سیروس میرزایی، من از حالا میخوام ازتون قول بگیرم که در آینده نزدیک با شما تماس بگیریم و بیشتر از نظرات شما در مورد مسائل مختلفی که مملکتمون باش روبرو هست صحبت بکنیم. و آنچه که من شنیدم از جناب عالی، این سعه صدری رو که در گفتارتون معلوم بود که موافقید که با همه گروه ها باید نشست و صحبت کرد و کسی رو کنار نگذاشت، این یکی از اون آرزوهاییست که امیدواریم با تلاش جوانان برومند ما و اپوزیسیونی که بالاخره به فکر بیفته که باید یک کار اساسی بکنه، این کار انجام بشه. از شما سپاسگزارم. بینندگانی که لطف کردید و این برنامه رو برای دیدن انتخاب کردید سپاسگزارم، و تا سه‌شنبه آینده اگر فرصتی باقی باشه خداحافظی میکنم و میگویم روز روزگار به شما خوش. با تشکر از کارگردان فنی برنامه امیر شهرتی که مثل همیشه تونست وقتی رو که تلف شده بود یه مقدار